سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران زمین. جمشید چالنگی هستم در برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم. چون همیشه بررسی خواهیم کرد همراه میهمانان برنامه مهمترین خبرهای ایران در عرصه داخلی و نیز آنچرا که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. ساعتی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ولایت فقیه اعلام کرد موفقیت مذاکرات بسته به خواست خداوند است. آن سوتر گروه هایی که از آنها به عنوان مخالفان مذاکرات میان ایران و آمریکا نام برده می شود اظهارات تازه ای را در این زمینه ابراز کردند. آقای نقدی فرمانده بسیج می گوید آمریکا اگر به سیاست‌های خود جلوه و جنبه‌ای تازه ندهد همچنان شعار مرگ بر آمریکا در ایران ادامه خواهد یافت. در عرصه دیگر در ارتباط با سفره مردم ایران همچنان کارگران چندین کارخانه در ایران حقوق دریافت نکردند. دورتر از ایران در بیروت انفجارهایی که در برابر سفارت جمهوری اسلامی روی داده است بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی خاورمیانه یافته و گفته می شود که در بیروت عرصه برخوردهای گروه های مخالف جمهوری اسلامی گروه های اسلامی مخالف جمهوری اسلامی شده است. گروه هایی که برخی از آنها در عرصه بین المللی به گروه های عنوان گروه های تروریستی شناخته شدند، در جمله شبکه تروریستی القاعده. بررسی میکنیم مهمترین خبرها و رویدادهای ایران را با میهمانان گرامی این برنامه تفسیر خبر در لندن آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار و در سوئد آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی که از طریق اسکایپ با من و شما خواهند بود. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز سلام میگیم به شما در استودیوی ایران فردا لندن. درود بر شما جناب چالنگی و جناب اعتمادی و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی اجازه بدین جدا از برنامه اتمی ایران که الان مورد بحث بسیاری در ایران در عرصه منطقه‌ای در عرصه بین المللی یک نکته رو که من در مقدمه نیوردم در همین آغاز بهش اشاره کنیم. آقای محمد جواد لاریجانی در دیدار با یک هیئت سوئدی ادعا کرده که ایران مهد دموکراسی در منطقه است. ایشون رئیس ستاد حقوق بشر هستند در حکومت اسلامی ایران و همچنین گفتن که ما هیچ مورد نقض حقوق بشر در ایران نداریم. این اظهارات آقای لاریجانی رو با افزایش تعداد اعدام ها در دولت آقای روحانی وقتی کنار هم قرار میدید، وقتی میبینید کسانی مثل شیرکو معارفی و بقیه به دار رفتن و به اعدام یعنی به آن جهان رفتن، اینا رو چطور ارزیابی میکنید و تفسیر میکنید؟ حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، همونجور که اشاره فرمودید در همین مدت کوتاهی که آقای روحانی آمدن بر سر کار نزدیک به 150 نفر اعدام شدند. اما آنچه که آقای جواد لاریجانی معمولا تفسیر میکنن یک حالت خاصی داره. یک بار ایشون آمدند و گفتند که اساساً این غربی ها حقوق بشر رو نمیفهمند
و مثلا چیزی رو که ما داریم به عنوان شرعیش شلاق هست، اینو فکر میکنن شکنجه است، یا مثلا سنگسار و غیره. خب بس بر سر این هستش که صحبت دموکراسی میکنن ایشون، در حالی که اساسا نظام جمهوری اسلامی با دموکراسی تعارض داره. دموکراسی به هر حال حکومت مردم است، بر مردم، توسط مردم، تعریف کلاسیکش. ولی حکومت جمهوری، حکومت اسلامی، حکومت خدا بر مردم است، توکراسی است، حکومتی است که قوانینش قابل تغییر نیست. بنابراین از این نوع گفتارها، ببینین الان 34 سال جناب شالنگی دائم مطرح می شود و جا انداختن این مسئله رو به گونه ای که حتی مردم عادی گاهی میبینی واقعا باعث تأسفه که بچه های کوچکشون هم میبرن برای مشاهده اعدام کسانی که به عنوان قاچاقچی یا اراذل و اوباش دارن اعدام میشن. اما اگر انتظار داشته باشیم که همونجوری که استظهار دارید آقای روحانی وقتی آمد از سر کار، به هر حال یکی از انتظارهام این بود که بتوانند در زمینه حقوق بشر هم قدمی بردارن. به نظر من اگر این انتظار رو داشته باشیم، انتظار نابجایی است، به خاطر اینکه واقعا مسئله آقای روحانی فقط نیست. حکومت در دست کسانی است که به هر حال به مسائل شرعی متکی هستند و به خاطر همین هم نمیتوانند آنچه که به نام حقوق بشر اساساً از اون یاد میشه این رو اجرا بکنن. ضمن اینکه یکی از ابزارها و لوازمی که در دستشون هست، خب ما میدانیم، ابراز زوره، یعنی اعمال فشاره، اعمال سرکوبه. به این جهت هستش که اساساً توانستن حکومت رو بر سر پا نگه دارن. به اعتقاد من این سوالی که، یعنی کلن اگه جمع‌بندی کنم، میخوام عرض بکنم که تمام اینا بستگی داره به ماهیت حکومت، و این ماهیت حکومت به گونه ایست که نمیتواند یک حکومت دموکرات باشد، دموکراسی رو بخواد در کشور پیاده بکنه. آقای حسن اعتمادی با ما هستند در سوئد، به اتفاق آقای محمدی و شما بینندگان عزیز به ایشون خوش آمد میگه. سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چلنگی، خدمت آقای ناصر محمدی گرامی و همچنین بینندگان عزیز شما. آقای اعتمادی، من اگر اسمش تلفظم درست نیست شما تصحیح میکنید، آقای اندرس روئنکویست اسمشون، اینطور من خوندم، رئیس هیئت کنسولی سوئد که رفته به تهران یا در تهران بوده، رفته دیدار کرده از سفارت هیئت همراهشون. برای کنجکاوی ایشون درباره این بوده که سیستم قضایی حکومت اسلامی ایران رو به اصطلاح آشنا بشه، کشف کنه. این اولا نکته جالبی است که بعد از 34 سال تازه در صدد این هستن که سیستم قضایی حکومت اسلامی ایران رو تازه کشف کنن، کشوری مثل سوئد. و ایشون گفته که حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر یک شاخص مهم از در سیاست خارجی سوئد. چقدر این حرف به واقعیت نزدیکه؟ آیا دولت سوئد چشم بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران بسته بر اساس مساله یا نه؟ چون این نیست، واقعا در صدد این هستن توجهی بکنن به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. خب جناب چلنگی، مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله جدیدی نیست. یعنی حکومت اسلامی ایران از بعد به تأسیس و پیدایشش، از همون روزهای اول با کشتار مخالفین و منتقدین خودش، با کشتار کارگزاران به رژیم گذشته، بدون دادگاه و بدون محاکمه به اصطلاح حقوقی، شروع به نقض بشر کرد، نقض حقوق بشر، و به صورت بسیار عریان و آشکار. مسئله سیاست‌های کشورهای غربی همیشه در طی این 35 سال، علی رغم ظاهری که به هر حال سعی کردن اون رو حفظ بکنن در رابطه با حمایت از حقوق بشر در ایران و اعتراض بکنن به مسئله نقض حقوق بشر در کشور ما، یک سیاست دیپلماتیک بوده و همیشه تحت شعاع سیاست‌هایی بوده که بیشتر منافع اقتصادی این کشورها رو تامین می‌کرده. دولت سوئد هم در طی 34-35 سال گذشته مانند سایر کشورهای دیگه
همین سیاست رو داشتید. دولت سوئد به هر ترتیب در مراحلی دنبال روی سیاست‌های اتحادیه اروپا است و در مراحلی هم دنبال روی سیاست‌های امریکا. بنابراین هیچ انتظاری از این به اصطلاح کلیگویی‌ها نمیشه داشت. اینها بیشتر به نوعی به حفظ ظاهر میکنن تا بتونن روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران توجیه بکنن. و همطور که میدونید دولت سوئد هم مانند سایر کشورهای غربی روابط اقتصادی حسنه‌ای با ایران داشته. حالا اگرچه دوره بحرانی رو رژیم ایران پشت سر میگذاره، اما به هر ترتیب منافع سوئد همواره در ایران در طی سالهای گذشته تامین بوده. بنابراین این نوع مسائل و این نوع موضع‌گیری ها هیچ گونه ارزش و اعتباری در جهت حفظ حقوق بشر در ایران نمیتونه داشته باشه. آقای اعتمادی، ببینید، خود برای بیننده نازنین ما در کازرون، در بروجرد، در نقاط مختلف ایران، در اهر، در اهواز، رامهرمز، جای مختلف، عزیزانی که برنامه ما رو ببینن، این پرسش مطرحه که در سوئد جایزه نوبل داده میشه، جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی داده میشه که به هر حال در زمینه حقوق بشر فعالیت کردن، اما از اون ور اونطور که شما اشاره کردین بر اساس مصالحی چشم بر خیلی از موارد نقض حقوق بشر میبند. این تناقض رو چطور میشه توجیه و تفسیر کرد؟ به اضافه این که آیا نهادهای غیر دولتی در سوئد هم همسو با دولت این کشور هستند در مورد نقض حقوق بشر در ایران یا خیر؟ ببینید آقای چالنگی، مسئله فعالیت نهادهای وابسته به جامعه مدنی یعنی مستقل از دولت‌های غربی همیشه وجود داشته و در دوره‌های به هر حال فعالیت بیشتری داشتن و در دوره‌های کمتر. امروز من به عنوان شاید یک شهروند به هر حال ایرانی سوئدی در این کشور مانند گذشته فعالیت چشمگیری از سوی نهادهای متعلق به جامعه مدنی در رابطه با مسائلی که در ایران به خصوص در رابطه با نقض حقوق بشر میگذره رو نمیبینم. این متاسفانه نه در رابطه با کشور سوئد بلکه در سایر کشورهای دیگه هم همچنان این مسئله وجود داره. شما در امریکا ببینید، در سایر کشورهای اتحاد اروپا ببینید، اون چی که برای اینا عمده است فعلا مسئله بحران اتمی رژیمه و اونم به خاطر این است که منافع اینها، منافع اقتصادی و سیاسی اینها به نوعی مطرحه و اگر این مسئله یعنی مسئله بحران اتمی ایران با منافع اینها سر و کاری نداشت، قطعا اینها به وارد این حیطه از به اصطلاح مقابله کردن با حکومت اسلامی ایران رو هم نمی داشتن. در نتیجه اگر هموطنان ما بران اون گروهی که شما ازشون نام بردید اگر به واقع نسبت به مسائل اینچنینی، مسئله نقض حقوق بشر و دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی در ایران حساسیت داشته باشن، باید بدونن که جهان امروز به اون اندازه‌ای که به هر حال ادعا میکنن و حرف میزنن نسبت به این نوع مسائل توجه خاصی ندارن و این وظیفه ما ایرانی هاست، رسانه‌های به اصطلاح ایرانی است که بتونه این مسئله رو مسئله جامعه مدنی بکنه، اونم تا چه حد اگر ما امکان داشته باشیم نمیدونم. حتی در رابطه با محافل ایرانی هم به همین شکل. من دیروز در خبرها دیدم که یک دختر 17 ساله اهل بانه کردستان در همراه با نامزد خودش که در کنار شهر به گشت و گذار رفته بودن توسط ماموران حکومتی مورد اصابت گلوله قرار میگیرن. دختر نازنین 17 ساله جان خودش رو از دست میده و اون پسر هم زخمی میشه. اما من کمتر در رسانه های رسمی فارسی زبان بین المللی دیدم حتی نسبت به این نوع اقدامات یا این رفتار غیر انسانی که در ایران صورت میگیره حتی انعکاس خبر کرده باشن. بنابراین خود ما هم جناب چالنگی به عنوان جریانات رسانه‌ای یا برات گروه های سیاسی مختلف به نوعی نسبت به این نوع مسائل تا یه حدی شاید بگم که اون وظایف به اصطلاح روشن و قطعی خودمون رو هم نشون نمیدیم. حالا جناب عالی من مرتب میبینم البته در برنامه‌هاتون به هر حال میپردازید به این نوع مسائل، ولی متاسفانه این کمبود و اشکالات وجود داره. به هر حال لطف کردید. بله، من مطمئن باشید که این تبلیغ نیست. شبکه تلویزیونی ایران فردا تا اونجایی که اطلاع داشته باشه و اطلاعات موثق داشته باشه قطعاً اخبار مهم رو بازتاب میده بدون تردید. قتل
یک دختر نوجوان ایرانی، کرد ایرانی و زخمی شدن نامزدش یا دوست پسرش، این خبر بسیار بسیار مهمی است از نظر ایدیتوریال یا سردبیری خبر ایران فردا. امیدوارم این اتفاقات نیفته که ناچار به بازتابش هم یا بازتابش چنان به اصطلاح مورد انتقاد نباشه یا مورد درخواست یا هرچه که هست. متاسفیم از این بابت، بسیار متاسفیم. اما آقای محمدی عزیز، شما صحبتهای آقای لاریجانی رو رد کردید. یک نکته وجود داره و اون نکته این که گویی که مسئولان جمهوری اسلامی بارها تأکید کردن که ایران کشور شیعه است، حکومت شیعه ایران، بنابراین بخش بزرگی از جامعه ایران نزدیک به 20 میلیون ایرانی اهل سنت و مذاهب دیگه ای که هستن، خب ظاهرا نباید در جمهوری اسلامی خودشون صاحب کشور بدونن از دیدگاه جمهوری اسلامی. این یک نکته. نکته دوم این که ببینید، شیعه در شیعه به هر حال مرجعیت نقش بسیار مهمی داره، من البحث الى الحد، یعنی از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که در آرامگاه میذاره از دنیا میره، روحانی تحویلش میگیره، روحانی شیعه به هر طریقی تا بدرقه در گور. خب این چه اشکالی داره که همین روحانی که تمام زندگیش در دستشه، روحانیت شیعه، براش هم انتخاب کنه از طریق شورای نگهبانی که هست؟ کمان که میبینیم تمام تحولی که اتفاق میفته بعد از 35 سال، بسیاری هم از آقای خمینی میرسن با آقای روحانی، حسن روحانی. این هم یک نوع دموکراسیست به هر حال برای خودش، نیست؟ اونطور که مسئولان جمهوری اسلامی تعریف میکنه. آقای محمدی اجازه بدین در مورد اون بحثی که جناب اعتمادی مطرح کردن یک نکته رو اشاره بکنم و به درستی گفتن که دنیا مسئلهش فعلا این هستش که مسئله اتمی رو حل بکنه. البته مشکلات دنیا با جمهوری اسلامی فقط هم مسئله اتمی نیست، مسئله حمایت از تروریست ها هست، مسئله صلح خاورمیانه هست، اگر اون آخراش وقت پیدا بکنن و صرفشون باشه دنبال حقوق بشر میرن. همین نکته اجازه بدید میخوام بپرسم، اگر میرسن راجع به حقوق بشر میخوایم رسید. نه ببینید، نکته دموکراسی رو آقای محمدی، چون صحبت شما این بود، اینو بفرمایید بعد میریم به مسئله حقوق بشر. نه من فقط میخواستم بگم که در این میان فقط دولت کانادا است که به هر حال یک اعلامیه منتشر کرد که باید جمهوری اسلامی حقوق بشر را هم رعایت کنه. اما در مورد جمهوری دموکراسی میفرمایید، عرض کردم دموکراسی یعنی این که مردم قوانینی بذارن خودشون توسط نمایندگانشون که اون قوانین بر جامعه حاکم باشه و نهادها و ارگانهایی هم باشن که این قوانین اجرا کنن، هیچ کس حق هیچ کس رو زیر پا نگذاره و همه هم مساوی باشن. این که اشاره فرمودید خب شیعه هستن، خب باشه اکثریت شیعه باشن، ولی قرار بر این نیست که قوانین شرعی اساساً اجرا بشود، پیاده بشود. مسئله اونه. درست اشاره کردید، یک آخوند از بچگی، یک بچه که به دنیا میاد تا گور دنبالش هست، ولی مگر این چیز درستی است؟ خب همین کار رو کردن که به اینجا رسیده. شما میفرمایید که خب چه اشکالی داره بنشینن مثلا برای یک مملکت 70 تا آخوند پیرمرد بیشینن یه رهبر انتخاب کنن؟ خب اشکالی نداره. خب اشکالش در همین جاست. چرا باید یک طبقه به اسم روحانی که اساسا کاری انجام نمیده، چه کاری انجام میده؟ واقعا چه کاری انجام میده؟ به قول طرف گفتش که آقای کسروی گفت اگر اینا اعتصاب کنن هیچ اتفاقی در کشور نمیفته، هر گروه اعتصاب کنن مشکلات زیاد خواهد بود. ولی چرا یک گروهی به اسم روحانی اصلا چه تفوقی داره، چه برتری داره، برای چی باید حکومت بکنه؟ ما انقدر در گوش مردم خوندن در این 34 ساله 35 ساله
که نایب امام زمان و نماینده خدا و از این حرفایی که مثلا آقای علم الهدا و آقای مصباح یزدی میزنه، یک گویا که مردم هم باورشون شده که باید یک نفر روحانی. بله، خب یادمون هست که بعد از آقای خمینی خب در حدود 70 تا خود بودن جمع شدن، حالا با اون روایتی که آقای رفسنجانی کرد ایشون رو به رهبری رسوندن. خب قرار هم اصلا برای این نبوده که یک روحانی. خب اگر اینجوری بود جناب چالنگی، اگر قرار بود که یک نفر حاکم باشه و تازه نه به این درجه که در طول تاریخ ایران من باورم نمیشه که یک پادشاه یک سلطانی باشه که این همه قدرت و این همه سطوتی که آقای خامنه‌ای داره داشته باشه و این همه اعمال سرکوب بکنه، اصلا در طول تاریخ نبوده. خواهی قرار بود یه نفر حکومت بکنه که ما داشتیم، خیلی هم بهترش رو داشتیم. قرار بر این بوده است، اونهایی که دنبال انقلاب رفتن قرارشون بر این بوده که نمایندگان مردم میان بر سر کار. خب عرض میکنم ریشش در همین جاست، به واسطه همین هست که این ناخوانایی داره، ماهیتش هویتش با دموکراسی ناخوانایی داره و متاسفانه همخوانی نمی کنه. جناب چالنگی، شما این نظر رو تایید میکنید آقای اعتمادی یا نه؟ چون بسیاری هستن هنوز که معتقد هستن نوعی دموکراسی در ایران هست، این هم برای خودش نوعی دموکراسی است. خب خیلی ها بهر ادعای زیادی دارن، میگن که ما در اون پارلمان داریم، پارلمان هم به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود نظام سیستم های دموکراتیک در دنیا است، ولی پارلمانی که هیچ گونه به اصطلاح قدرتی برای تصمیم گیری مسائل مربوط به جامعه رو نداره و در نهایت ولی فقیه هست به قول جناب آقای محمدی عزیز که تعیین تکلیف میکنه، بنابراین اینها هیچ گونه معنا و مفهوم روشنی با اون چیزی که امروز در کشورهای پیشرفته جهان به هر حال ما شاهدش هستیم نه تطبیقی داره نه ارتباطی داره. بنابراین من صحبت‌های جناب محمدی رو کاملا تایید می‌کنم، چرا که بر اساس تعاریف تجربه شده و کلاسیکی که امروز در تمام جوامع پیشرفته دنیا داره اجرا میشه و نتایجش هم ما می‌بینیم و ممکن استش که در اینجا و اونجا اشکالاتی داشته باشه که حتما داره، ولی وجود امر دموکراسی در همین جوامع و نظارت مردم در مسائل مربوط به زندگی خودشون و نهادهای متعلق به جامعه مدنی همیشه اون چیزی که اتفاق میفته در جامعه رو زیر نظر داره و کنترل میکنه و اگر احیانا جایی مشکلی چیزی اگر دیده بشه توسط همین اتحادیه‌ها، سندیکاها، مطبوعات، رادیو تلویزیون مورد نقد و انتقاد قرار میگیره و طبیعتا دولت‌ها موظف هستن و حکومت‌ها موظف هستن که پاسخگو باشن و اصلاح بکنن اون چیزی که مورد تایید جامعه نیست. بنابراین تعریف آقای محمدی کاملا درسته و من باهاش موافقم و چیزیست که بسیار بدیهی و اثبات شده است. خب اگر آقای اعتمادی به شما گفته بشه یکی از کارگزاران حکومت، همین آقای لاریجانی، که بله ما در یک تاریخی در فروردین 58 اومدیم جمهوری اسلامی آری یا نه رو به رفراندوم گذاشتیم، اکثریت بالای 90% گفتن بله و بعد این روند ادامه داشته، مورد تایید مردم بوده، مخالفت گسترده ما باش نداشتیم و آخرین پدیدش هم حالا درست که نزدیک به 15 میلیون نفر واجد شرایط نرفتن رأی بدن، اما به هر حال تعداد چندین میلیون رفتن پای صندوق‌های رأی. یک منحنی که رأس کنیم از آیت الله خمینی 34 سال پیش، به هر حال 15-16 میلیون نفری هستن در ایران که این تحول از آیت الله خمینی رسیده به آقای حسن روحانی. و این چرا منکر میشید شما؟ این رو اگر لاریجانی از شما بپرسه، آقای لاریجانی چه خواهید بود؟ ببینید آقای چالنگی، من و شما در انقلاب سال 50 حضور داشتیم و شاهد اتفاقاتی که در اون دوران و در اون روزها افتاده هستیم. اون چرا که اینا میگن خب واقعیت نداره. دوران انقلابی است، مردم ایران یا بخش از مردم ایران آگاهانه یا ناآگاهانه دست به یک اقدامی میزنن به رهبری آیت الله خمینی، حکومتی رو که نمایندگیش رو به هر حال جایت به یک معنا شخص محمد رضا شاه به عهده داشت رو کنار میزنن و طبیعی است اون چیزی رو میخوان که آیت الله خمینی میخواد و این
از ابتدا حتی پیش از 22 بهمن یعنی روز انقلاب توسط آیت الله خمینی و اطرافیانش مطرح شده بود که ما جمهوری اسلامی میخوایم و مردم ایران هم بدون این که بدونن جمهوری اسلامی یعنی چی و چه مفهوم و معنایی داره به هیچ تعریفی هم نشده بود و رفتن و پای صندوق ها به اعتبار فتوایی که آیت الله خمینی دادن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر رأی دادن. البته خب در اون دوران کسانی بودن که توجیه میکردن که این جمهوری اسلامی چیزی شبیه همون جمهوری هایی که در کشورهای غربی وجود داره، کمون که آیت الله خمینی هم در پاریس گفته بود که جمهوری اسلامی در ایران چیزی شبیه همین جمهوری شوروی فرانسه است و همین چیزی که شما اینجا میبینید ما در اونجا پیاده خواهیم کرد. اما خب واقعیت اینه که اینطور نیست و جمهوری اسلامی همون حکومت ولایت فقیهی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس مؤسسان تدوین شد و بعد به اجرا در اومد و بعد سالها طول کشید که حتی من و شما این نوعی هم بفهمیم که چه بلایی به سرمون اومده و چه اتفاقی افتاده و ما بدون این که بدونیم جمهوری اسلامی چیست، آیت الله خمینی و اطرافیانش چه هدفی رو دارن دنبال میکنن، به پای صندوق رفتیم. اگر چه من مطمئنم نه شما پای صندوق رفتید نه بنده، ولی این اتفاق افتاد. منتها اون چی که مهمه اینه که خب اگر واقعا اعتبار اینه که مردم ما 35 سال پیش رفتن رأی دادن، خیلی خب الان حداقل بخشای زیادی از گروهای اپوزیسیون حالا به درستی یا نادرستی سالهاست که میگن آقا شعار انتخابات آزاد رو ما میخوایم به اجرا در بیاریم، یعنی یک بار دیگه مردم بیان پای صندوق ها بگن که آیا ما جمهوری اسلامی میخوایم و نمیخوایم. ولی کوچکترین اعتنایی به این قضیه نمیشه، نه تنها در رابطه با کل نظام بلکه حتی در رابطه با مسائل درونی خودشون. اینا به انتخابات واقعی آزاد اعتقاد ندارن که کسایی که کاندیدا میشن هر 4 سال برای ریاست جمهوری بدون حذف باشه، یعنی هر جریان اجتماعی و سیاسی حق داشته باشه که نماینده خودشو کاندید بکنه یا هر فردی هر شهروند ایرانی که شناسنامه ایرانی داره حق داره که خودشو کاندید بکنه برای امر انتخاب ریاست جمهوری. بنابراین این چیزهایی که به هر حال رهبران و صاحب نظران و متفکرین حکومت اسلامی میگن به قول معروف در دکان هیچ بقالی پیدا نمیشه، فقط در دکان اینهاست و این ادعاهاییست که اینها میکنن و قابل به اصطلاح پذیرش و قابل به اصطلاح ارزیابی دقیقی اصلا نیست. به ایچون گفته شده که جمهوری اسلامی چیزی شبیه جمهوری فرانسه خواهد بود، ظریفی میگفت، البته منهای دژیت پاردو در فرانسه. اجازه میدین جناب چلنگی، جمهوری اسلامی با احمد خاتمی و بقیه با آیت الله خلخالی و بقیه آمد و با پشتبام مدرسه علوی و در همون شرایط آقای محمدی عزیز. بله، صدای دکتر شاپور بختیار و همراهانش شنیده نشد که صحبت از دموکراسی میکردن و اینکه آمدن اگر دیکتاتوری در کار هست دیکتاتوری بدتری در راه. از تاریخ فعلا میگذاریم. فعلا به من اجازه اگه بدید فقط یک نکته رو بگم جناب شالنگی. ببینید اشاره میکنید به رفراندوم 58، ولی من بخواهم بگویم که اولا از تمام گروه هایی که آمدن در در انقلاب بودن فقط آقای خمینی بود که برنامه داشت، برنامه و حکومت اسلامی رو داشت، در کتاباش هم نوشته بود، دیگران نداشتن و ایشون هم پیاده کرد. در ضمن هنوز که هنوز بعد از 34 سال، بعد از گذشت 34 سال، هنوز نمیدانیم که جمهوری اسلامی چه معجونیست. نه اینکه اینو من بگم، دعوا بین خودشونه. آقای منتظری یه چیزی میگفت، آقای مطهری یه چیزی میگفت، الان آقای مصباحی یه چیزی میگه، اون یکی یه چیز دیگه میگه، یعنی هنوز بر سر معنای این دعوا دارن. حالا همه این بحث هم جمع بکنیم، خب آقا مگر رفراندوم به خاطر این نکردن که به هر حال ابراز نارضایتی از رژیم گذشته بکنن؟ خب الان هم اجازه بدن بریم این دفعه هم رفراندوم کنیم، این دفعه نه بر مبنای شکل حکومت بلکه بر مبنای محتوای حکومت، چون فهمیدیم تا محتوا روشن نشه، حقوق بشر و دموکراسی و تمامیت ارضی و جدایی دین از حکومت نباشه ما به جایی نمیرسیم. حالا اسمشو بذاریم پادشاهی، اسمشو بذاریم جمهوری، ولی اون موقع فقط یه اسمو گفتن بدون محتوا و مردم خب رفتن رأی دادن تو اون شور و تب انقلابی. خب معلوم بود که البته به فرمایش شما خیلی هم رأی ندادن، ولی ما که میدانیم که اون
رفراندوم در چه فضایی، در چه فضای پر التهابی انجام شد. این است که نشانه دموکراسی نیست. روشن کنین، اگر آیت الله خمینی برنامه روشنی داشت، بله، چطور محتوای جمهوری اسلامی روشن نبود؟ عرض به خدمت شما، در مورد آقای خمینی کتابشون از سال 1323 نوشتن، در تحریر الوسیله، کاشف الغطا و کتاب دیگری که دارن، حضورتون عرض کنم، نوشتن که باید حکومت اسلامی مستقر بشود در ایران و بعد در کشورهای منطقه و ما باید خاضع و خاشع بکنیم حکومت‌های منطقه رو و بعد بریم به دولت‌های اروپایی برسیم. اینو گفتن حکومت اسلامی. اما در اون موقع به واسطه اینکه جو جوری بود که نمیتونستن این جمهوری رو نگذارن، گذاشتن جمهوری اسلامی. توضیحش هم خودشون همون توضیحاتی بود که در کتاباشون داده بودن، اما دیگران آمدن توضیح کردن، اتفاقا کراواتی ها آمدن توضیح کردن که بله آقا، این جمهوری اسلامی الان یک پدیده جدیده در جهان و من نمیدونم چرا ما باید همش تکیه بکنیم روی سخنی که آقای خمینی، هی میگن که آقای خمینی در پاریس این حرفا رو زد، گولمون زد. آقا یه مرد سیاسی ممکنه دو تا هم چاخان بگه، اما در از حوزه علمیه مگه میشود انتظار داشت که یه نفر آدم 80 ساله بیاد دموکراسی واسه ما بیاره؟ بنابراین خود ایشون هم در کتاباشون نوشته بود و هنوزم که هنوز معلوم نیست مفهوم جمهوری اسلامی چیست و سازگاری با به هر حال با دموکراسی نداره. جناب چلنگ، خب حالا سن آقای خمینی مطرح نبود، هستن 80 سالگان 90 سالگانی هم که همچنان بیشتر عمرشون در راه دموکراسی گذروندن. نه منظورم چند روز پیش مصاحبه، منظورم 80 سال در حوزه میشنیدم با NPR، این رادیو سراسری آمریکا، دوست نویسنده بزرگ ارجمند، بالای 7 دهه سن، و چه زیبا راجع به دموکراسی صحبت میکرد و ارتباط دموکراسی با پرورش روان و موجودیت و هر چی که هست، زندگی انسان. ببخشید منظورم این بود که 60 سال در حوزه علمیه وقتی هستن، بله، از حوزه علمیه کسی که در آمده هست در یک زمینه دیگه. اما من این بحث رو با این یادآوری برای نسل جوان که در انقلاب نبودن به بحث دیگری میبرم. این یادآوری این هست که بیشتر گروه های سیاسی، سازمان های سیاسی، بر اساس اسناد و مدارکی که هست و ما بودیم، هر سه ما تجربه کردیم، مگر اشتباه میکنم، این رو به من یادآوری خواهند کرد که بیشتر نظر این بود که ما از روحانیت استفاده میکنیم برای تصاحب قدرت سیاسی یا دموکراسی یا هر آرمان و هدفی که داشتن. در عمل آقای روحانیت از همه استفاده خودش رو کرد و به قدرت رسید. این نکته بود و در همین مسیر بود که شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران و بسیاری به استقبال آقای خمینی رفتند، حتی پس از استقرار جمهوری اسلامی و اعدام‌های مدرسه علوی. شاعر ایرانی که برای آرش کمانگر شعر گفته بود و در کتاب‌های درسی بود، در ستایش از اعدام‌ها به توسط آقای خلخالی، در ستایش از صادق خلخالی و اعدام‌هایی که به دست او انجام شد، شعر سرود و با افتخار در ارگان حزب توده ایران به چاپ رسید. با شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم این بحث درباره انقلاب رو در ایام انقلاب به طور مفصل دنبال کنیم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستن در سوئد آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی، و در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار. آقای اعتمادی عزیز، مذاکرات اتمی در جریان هست. آنچه که پیش از این مذاکرات آقای ظریف گفته قابل توجه است که موفقیتش رو بسته به خواست خداوند دونسته.
خداوند بزرگ البته ناظر بر اعمال همگان هست، اما مذاکرات اتمی واقعا آیا خواست خداوند مؤثر خواهد بود یا گروه‌های فشاری که در تهران هستند؟ تکلیف سیاست خارجی ایران این وسط چیه؟ آقای نقدی تعیینش میکنه، رئیس بسیج، فرمانده پاسداران، انجمن اسلامی مسجد نارمک، دسته سینه‌زنی شهرقه، کی هست؟ آقای علم الهدا چه کسی است؟ سیاست خارجی ایران از کنه همونطور که جناب علی اشاره کردید، آقای ظریف در آخرین مسابقه تلویزیونیشون در تهران در پایان مسابقه داشتن، بعد از حتی خدافزی مجری برنامه، از هموطنان ایرانی خودشون میخوان که برای موفقیت در اجلاسی که در پیشه دعا کنن که ما موفق بشیم. و اشاره شما میگه که به هر حال ایشون باز گفتن که خدا اگر بخواد این مسئله به نتیجه میرسه. امروز هم یه نوار ویدیوی ایشون پخش کردن و در اونجا گفتن که ما یا با هم این بازی رو میبریم یا با هم بازی رو میبازیم. یعنی ما با هم یعنی آقای ظریف، دولت آقای روحانی به اتفاق مردم، در صورت که مردمی که از ابتدا کوچکترین اطلاعی از این پروژه اتمی ایران نداشتن، مردمی که تا همین یک ماه پیش نمایندگان دولت میگفتن که ما مطالبی که در نشست با نمایندگان کشور پنج بالا به یک گفتیم رو نمیتونیم با شما در میون بگذاریم، ولی وقتی اوضاع بحرانی میشه و شرایط به اصطلاح به بن‌بست نزدیک میشه، اینها مردم رو شریک خودشون میدونن. واقعیت اینه که همونطور که شما اشاره کردید، تصمیم گیری در رابطه با مسئله بحران اتمی از یک سو حکومت اسلامی ایران و ولی فقیه و دولت آقای روحانی است که وابسته به این نهاد و به این به اصطلاح رهبری هستن، و از سوی دیگه هم نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک هستن و با توجه به موازی که هر دو طرف دارن، طبیعتاً به نظر میرسه که آقای ظریف هم با امید زیادی خودشون آماده نمی کنن که وارد این جلسه بشن، چون که اون چرا که در طی همین روزهای گذشته چه موضع‌گیری های جناحی از رژیم ایران، از جمله فرمانده بسیج که شما اشاره بهش کردید و مسئله برگزاری 13 آبان، همچنان حفظ شعار مرگ بر امریکا و اینکه خط قرمزهای ما از سوی سران حکومت اسلامی ایران مرتب تکرار میشه که مسئله غنی‌سازی ما از اون عبور نخواهیم کرد، مسئله به اصطلاح حفظ اورانیوم غنی شده در خاک کشورمون، یعنی در نزد نهادهای وابسته به پروژه اتمی ایران، اینها خط قرمز ماست و ما وارد مذاکره با این مسئله با نمایندگان کشور پنج به علاوه یک نمیشیم. از سوی دیگه هم موضع‌گیری هایی که مقامات کشورهای غربی کردن، از جمله رئیس جمهور فرانسه در خصوص چهار شرطی که قائل شدن برای این مذاکره، نشون دهنده این هستش که حل این بحران به سادگی میسر نیست و در نهایت شاید حتی ما شاهد این باشیم که در اجلاسی که در پیش هست ما مجددا به خاطر به نتیجه نرسیدن دو طرف مذاکره کننده جلسه رو بخوان تجدید بکنن و سراغ جلسه دیگری برن. بنابراین نکته‌ای که شما برای در سوال خودتون هم بهش اشاره کردین کاملا درسته. این مشکل رو نه خدا میتواند حل بکند، نه بندگان خدا، به خصوص بندگان ایرانی خدا، چون دخالتی در این امر ندارن. این پروژه‌ای است که با مسئولیت رهبران حکومت ایرانی ایران با هدف‌های مشخص و معین از روز اول تعیین شده، ملت ایران رو دچار مشکلات اقتصادی بسیار بسیار پیچیده‌ای کرده، کشور ما رو در معرض ورشکستگی قرار داده و اکنون دارن کم کم از لحاظ به اصطلاح روانی جامعه رو آماده می‌کنن. اگر ما به بن‌بست خوردیم و این بحران حل نشد، همه با هم باید شکستش رو قبول کنیم. آقای محمدی، منابع اسرائیلی خبر دادن که حدود بیش از 150 میلیارد دلار تا به حال هزینه برنامه اتمی ایران هست. بله. ببینید، این پرسش من بعضی چند بار دیگه هم داشتم از مهمانان دیگه، حکومتی که اینقدر اصرار داره از انرژی اتمی، به گفته خودش بمب اتم نمیخواد، از انرژی اتمی برای موارد پزشکی، برق و موارد دیگه استفاده کنه، بسیار معقول هم هست، خیلی هم قابل ستایش هست،
اما وردیهش هم باید بخونه با این، یعنی شما باید ببینید این حکومتی که اینقدر اصرار داره بیش از 15 سال گرفتار کرده ایران با این همچین هزینه ای، پس چرا در زمینه بهداشت با همین امکاناتی که هست کاری نمیکنه، یا در زمینه عرض کنم مدرسه بچه ها، یا در زمینه های دیگه، یعنی به قول مال لورا یا بقیه اقوام دیگه ایرانی که این همه میشری پس دنبت کو، یعنی این برای که این برای شر نمیخونه با این اصرار بر برنامه اتمی. حضرت بله حضرت رو عرض کنم، اون اشاره که فرمودید به منابع اسرائیلی به این گونه هستش که بله در حدود 145 میلیارد دلار خرج شده به این صورت که 40 میلیارد خودش خرج مسائل اتمی شده در این 20 سال، بیش از 20 سال، الان 22 سال هست، و 103 میلیارد دلار عدم و نفت داشته از ناحیه عدم فروش نفت، و ضمن یک سری پول ها هم بلوکه شد. حالا اینم میذاریم کنار، ولی کلا پول میذارید کنار آقای محمدی. حضرت رو عرض کنم به قول معروف این مسئله رو اینجا داشته باشیم. از اون طرف هدف چیست؟ اتفاقا اخیرا اعلام کرد آقای وزیر آقای صالحی ببخشید که ما میخواییم یک نیروگاه دیگر رو هم بسازیم و این رو هم به روس‌ها واگذار کرده ایم، این دفعه 4000 مگاوات نیروگاه بوشهر 10000 مکاوات باید تولید بکنه. 22 سال است دارن فعالیت میکنن. خب پس چرا حاصلی نداده؟ چرا تحویل ندادند؟ اگر بخواهند واقعا صلح‌آمیز بهره برداری بکنند از انرژی هستی، کسی مزاحمشون نیست. طبق NPT باید آژانس هم کمک بکنه و دیگر کشورها هم کمک بکنن. الان هم وقتی میگن میخوایم دوباره توسط روسیه یک نیروگاه دیگه بسازیم، کسی مخالفت نمیکنه. اما اونجا مسئله پیش میاد که کارهای مخفی انجام میدن. یعنی 22 سال است. من مطمئنم اگر این کارهای مخفی نبود تا حالا اون نیروگاه بوشهر راه افتاده بود. چرا؟ چون به محض اینکه اون نیروگاه بوشهر رو تحویل بدن و برق تأمین بشود، دیگه بهانه از دستشون در میره که حالا نیروگاه نطنز و نمیدونم عراک و غیره و زالک رو اون به چه دردتون میخوره. داستان این هستش که جمهوری اسلامی واقعا کارهایی انجام داده. شما ببینید هیچ کدوم از این نیروگاه ها رو خودش نرفته معرفی کنه به آژانس یا بازرسان رو راه بده، همش کشف شده و بعد کاری کرده که اعتماد جهان از بین رفته. شرایطی که الان دارن اشاره میکنن، این شرایط از 3-4 سال پیش همین بود، همین 4 تا شرط بود، حتی شدیدتر. اما امروز میبینیم دولت آقای حسن روحانی نمایندگانش در ژنو مشغوله گفتگو هستن، در حالی که دستشون خالی است. از اون طرف یک طرح سفوریتی در مجلس عرضه شده است که 10-12 تا شرط گذاشته که از جمله غنی‌سازی، یعنی تمام این چیزهایی که غرب خواسته گفته نکن. و بعد روزنامه کیهان به این صورت حالا مسئله این هستش که خب تمام این ضرر و زیانی که به کشور وارد شده، خب مسئله همین طرح اتمی است و این طرح اتمی خب به چه دردمون بخوره؟ اون هم در کشوری که میتونیم از نیروی باد، میتونیم از نیروی خورشید استفاده بکنیم. جناب چلنگی، اینا فکر میکنن که وقتی بمب اتمی داشته باشن حکومتشون رو میتونن حفظ بکنن. دنبال اون داستان هستن، دنبال چیز دیگری نیستن. همین پرسش هست. البته در ارتباط با صحبتهای پیشین شما آقای اعتمادی عزیز که آقای ظریف خواستار دعا شده، بله دعا در همه مذاهب هست و قابل احترام از سر خلوص و به هر حال اون بحث دیگه است، اما در جمهوری اسلامی جای شیخ عباس قومی روانش شاد تدوین کننده کتاب مفاتیح الجنان که مجموعه ادعیه شیعه هست خالی که اگر می بود لابد در جنبه سیاسی هم پیدا میکرد، دعایی برای موفقیت مذاکرات اتمی هم در این چاپ جدیدش میگنجون. اما نکته اینه، ببینید آقای اعتمادی، بس مثلا اینه، حرف من این هست، پرسش من در اون که کسی ممکنه خونه ای بسازه اما تمام اصرارش این باشه که پنجرهش هر جور شده پنجره
پرهزینه طلایی بسیار خرج مخارجی داشته باشه، اما دیوار و پیکر و سقفش خرابه باشه، این شک برانگیز نیست یک مقداری؟ این جامعه غرب با همه برنامه ریزی هایی که داره، حالا هر چه که هست، آیا حق ندارن شک بکنن که این همه اصرار برای ساختن چنین پنجره در حالی که در دیوار ویرانه، این یک کاسه زیر نیم کاسه هست؟ این طبیعی است که این شک میتونه وجود داشته باشه. همونطور که آقای محمدی هم اشاره کردن که بیشتر فعالیت های جمهوری اسلامی در عرصه مسائل اتمی به صورت مخفیانه بود از روز نخست. اما من ازتون عذر میخوام، من میخوام یه آمار خدمتتون دقیق‌تر اعلام بکنم. گزارشی که اسرائیلیا دادن 170 میلیارد دلار بوده که به اصطلاح باعث ضرر و زیان ایران شد در از سال 2012 به این طرف. بله 170 میلیارد. ما گفتیم بیش از 150 میلیارد. آقای محمدی هم و علوه طبعی که دارم 20 میلیارد شو ندیده گرفت. این 40 میلیاردش فقط بابت هزینه های پروژه اتمی ایران بوده و بقیه اونم در اثر تحریم هایی که صورت گرفته این ضرر و زیان عاید مردم ایران شده به طور واقعی. و همطور که میدونید سالانه ایران بین 110 تا 120 میلیارد دلار نفت میفروخت، ولی امسال این مقدار فروش به 45 به 40 تا 45 میلیارد دلار رسیده، یعنی 50% درآمد نفت ایران تقریبا در طی یک سال گذشته از دست رفته. و اگر تحریم کنگره امریکا به طور قطعی تا 2 ماه دیگه انجام بگیره، یعنی که ایران دیگه هیچ درآمدی از نفت به معنای واقعی نخواهد داشت، یعنی به طور قطع فروپاشی اقتصاد لاجان ایران، لاجون ایران به قول اصطلاح عامیانش قطعی خواهد شد. اما در مورد مسئله به اصطلاح این نامشخص بودن، نامتعارف بودن فعالیت‌های اتمی ایران بر اساس شرایطی که امروز در ایران هست، یک واقعیتی است و بسیاری از کارشناسان، حالا چون من الان حضور ذهن دقیق ندارم، اینه که محاسبات با محاسبات دقیق خودشون ثابت میتونن بکنن به سادگی که ما میتونستیم انرژی رو از طرق مختلف در ایران به وجود بیاریم بدون اینکه بخوایم یک چنین هزینه سنگینی رو بپردازیم. تازه بعد از این همه هزینه که پرداخت شده، ما هنوز یک لامپ از نیروگاه بوشهر نتونستیم روشن بکنیم، یعنی هیچ گونه انرژی از طریق به اصطلاح نیروگاه بوشهر به دست نیومده و حالا قرار دومیش هم به راه بیفته و به اصطلاح شروع کنم به ساختن. بنابراین همین اشاره و همین علامتی است که واقعا جمهوری اسلامی ایران به بهانه استفاده صلح‌آمیز یا به اصطلاح استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی قصد دیگر رو داره. و به همین خاطر هم است که مقامات بین المللی امروز شرایطی رو که قائل هستن برای فعالیت اتمی ایران بیشتر منعکس رو این که ایران در صدد به اصطلاح فعالیت برای دست یافتن به بمب هسته‌ای است. حتی کلاهک‌های به اصطلاح اتمی رو، پروژه اون رو داره الان به اصطلاح در موردش فعالیت و کار میکنه که بتونه به اون مرحله خودش رو برسونه. بنابراین خیلی طبیعی است که جهان به ایران اعتماد نمیکنه، یعنی به جمهوری اسلامی ایران اعتماد نمیکنه و قطعا در جلساتی که در جلساتی هم در این خصوص برگزار میشه به اطراف کشورهای پنج به علاوه ایران، در مورد این مسائل کوتاه نخواهند اومد و تا زمانی که این مسئله کاملا روشن بشه. آقای محمدی، همین اقدامات هست یا علل دیگه ای داره که این همه بیکاری در ایران هست؟ الان خبری بود که قطعا شما دیدین و بقیه دوستان، آمار تازه از بیکاران در ایران هست. یکی این نکته هستش، عدم پرداخت حقوق کارگران، پلی اکریل یکی از اون هست و بقیه. این نابسامانی اقتصادی ناشی از چی هست؟ هزینه های برنامه اتمیه؟ هزینه های به جامونده از جنگ به قول حکومت ایران تحمیلی است؟ سوء مدیریت، حیف و میل، فساد چی هست که کارگر ایرانی نون بر سفرش نداره اما حکومت در تلاش میلیارد میلیارد خرج میکنه که میخواد اونو صاحب انرژی اتمی بکنه؟
این تضاد رو شما چطور؟ والا یک مجموعه ای از این مسائل هست جناب چلنگی، یه مجموعه ای از این عوامل هست، سوء مدیریت هست بدون شک، بی برنامگی اقتصادی هست. استزار دارید که اخیراً اعلام کردن دوباره میخوان برگردن به دوران کوپونی، کالاها رو کوپونی کنن. اون موقع که آقای احمدی نژاد آمد این طرح یارانه رو اجرا بکنه، دیدیم که چه حمایتی ازش کردن. و بعد مخارج بی رویه در مورد مثلا همین پروژه هسته‌ای هست. خب پول کمی نیست، 740 میلیارد دلار در دوران آقای احمدی نژاد درآمد نفت بود، بالای 50 میلیاردش خرج واردات شد، یعنی تولیدات داخلی و اینا اصلا وجود نداشت. و بعد همه اینا گذشته، اگر بخواد آدم واقعا صادقانه بخواد برق تولید کنه، خب میره اطلاع میده کارشو انجام میده. مجموعه این عوامل دست به دست هم دادن. اخیراً گزارشی در اومد که آقای خامنه ای 95 میلیارد دلار ثروت در اختیارشون رو، این از کجا آمده؟ و بعد میبینیم که نماینده ورزقان در مجلس میگوید آقا بعد از 14 ماه از زلزله ورزقان هنوز اینا دارن تو کانکس زندگی میکنن، هنوز دارن تو قوطی زندگی میکنن. و بعد دولتی که وعده داده بود اون موقع آقای احمدی نژاد که 3-4 ماه درست کنه، کار رو به اینجا رسونده. الان هم میدونیم که الان کارگرانی هستن که دست به اعتصاب زدن. بله. هر روز هست، هر هفته و هر روز شاهدش هستیم. این هستش که بی برنامگی اقتصادی و پرداختن به یک اهداف دیگر، مانند این که من برم سوریه رو باید نجاتش بدم. طرف اومد گفت آقا خوزستان بره، بره سوریه نره، عراق رو باید برم اونجا بیمارستان واسش بسازم، خانه سازی کنم در ونزوئلا. آخه اینا کدومش به ایران مربوط است؟ یا مثلا بیام برای غزه فلان. خب شما اول چراغ به خانه رواز که به مسجد حرامه، اول وضعیت مردم رو درست بکنید و بعد بریم به جاهای دیگر بپردازید. به هر حال مجموعه ای از همین عوامل میتواند اثرگذار بوده باشد. خب آقای اعتمادی عزیز، الان های وقت اون نرسیده که روحانیت حاکم با 95 میلیارد دلار پول کمی نیست، آقای زیر نگین آقای خامنه ای هست، خمس به مردم، اونها به مردم بدن. یعنی جدا از این گفته یکی از دوستان، آیا مسئله این هستش که شما وقتی نگاه میکنید به عرصه اقتصادی ایران الان در دوره آقای روحانی، آیا نشونه از این میبینید که داره میره به یک سرانجام بهتری برسه، سامان داده بشه سفره مردم، اندکی انرژی اتمی، نه همین انرژی آب و نان و گوشتی درش پیدا بشه، کارگر بندر عباسی، کارگران پلی اکریل، بقیه جا؟ به هیچ وجه آقای چالنگی، برای همین اشاره‌ای که آقای محمدی به مسئله بیکاری کردن و جناب علی همچنین، امروز خود دولت روحانی معترفه که تا 2 سال دیگه 8.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود داره. طبق آمار خودشون میگن 3.5 میلیون بیکار الان هست. باز طبق آمار خودشون میگن ما نه تنها در این سالها شغلی ایجاد نکردیم، بلکه سالانه 200 هزار شغل هم از دست دادیم. برای رفع نیازمندی های جامعه، نیازمندی های مادی منظورمه، بنابراین در مرحله اول باید پروسه کار آغاز به فعالیت بکنه، شکل بگیره. برای ایجاد کار باید سرمایه گذاری کرد، باید تکنولوژی جدید داشت، باید صنایع جدید خریداری کرد، باید نیروی کار فنی داشت، باید از مهندسین و متخصصین امور مختلف در صنایع به اصطلاح استفاده کرد. کشوری که صنایع اون ورشکسته است، تکنولوژی اون چه در سطح تکنولوژی صنایع نفت ایران و چه در سایر صنایع بخش‌های دیگه صنایع فرسوده و از کار افتاده است و نیروی کار اونم بیکاره و امروز در عرصه به اصطلاح کارهای خدماتی بخششون احتمالاً شاغل هستن و دیگر به عنوان نیروی کار فنی به حساب نمیان و با این مشکلات اقتصادی بزرگ که در پیشه، ما چگونه میتونیم که مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم یا چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم؟ آقای روحانی معجزه که نمیتونه بکنه،
یک چنین اتفاقی نمیتونه با دعا کردن و با به اصطلاح آرزو کردن برطرف بشه. آمار و ارقامی که امروز وجود داره، شواهدی که وجود داره، نشون میده که ما پولهایی هم که در خارج داریم که حدود 45 میلیارد دلار گفته میشه هست، اینا بلوکه شدن. ما مجبور شدیم از هندوستان 1,200,000 دلار برنج بخریم فقط، به خاطر اینکه پول به ما نمیدن و ما مجبوریم که میلیاردی برنج وارد ایران بکنیم و ممکنه مازاد احتیاج مصرف داخل حتی باشه، ولی چاره ای نیست. هیچ برنامه اقتصادی قابل اجرای در دست نیست و هیچ پشتوانه اقتصادی وجود نداره. بنابراین مجموعه این عوامل به ما نشون میده که آقای روحانی قادر به هیچ گونه پیشرفتی نیست و ما در ماهای آینده باید در انتظار بحران‌های شدیدتری باشیم که امروز باش مواجه هستیم. یارانه ها هم که شما میدونید، همونطور که باز آقای محمدی اشاره کردن، قراره که نخود و لوبیا با به اصطلاح مواد خوراکی به مردم بدن از به زودی، به جای یارانه های نقدی که بهشون پرداخت میشد. اینا همه به بدهکاری هایی که دولت به بانک ها داره، بیش از 750 میلیارد تومان به بانک های ایران بدهکار این دولت. پرداخت این بدهی ها و به اصطلاح تأمین این بدهی ها برای به اصطلاح پیشرفت اقتصاد کشور، برای اندازه چرخ اقتصاد کشور، نه تنها از عهده آقای روحانی بر نمیاد، بلکه باید یک کمک بین المللی صورت بگیره اگر همه این بحران ها بخواد حل بشه. آقای محمد، 2 دقیقه وقت داریم و در چنین بحران هایی که مانند سونامی سفره مردم رو هدف گرفته، بسیاری از مردم سفره بیرونقی دارن در حکومت اسلامی ایران، میبینیم که در لبنان همچنان فعال هست، جدا از محکومیت هر اقدام تروریستی و اونچه که در برابر سفارت جمهوری اسلامی روی داد به هر حال توسط القاعده، اما مبنای کمک های حکومت ایران به حزب الله لبنان واقعا فقط حمایت از شیعیان هست یا نه هدف های سیاسی؟ به هدف های سیاسی جناب چلنگی فقط حساب حمایت از شیعیان نیست. این رو ممکن است جمهوری اسلامی به عنوان حمایت از شیعیان جهان مطرح بکنه، ولی مسئله به این گونه نیست. شما در همون سوریه که دارن این همه هزینه میکنن، حتی نیرو میفرستن اونجا، مگه علویایی که حاکم هستن چند درصد سوریه هستن؟ نه، اینها همش برنامه های سیاسی حساب شده است برای نفوذ در کشورهای منطقه و دیدیم که جمهوری اسلامی این نفوذ را هم انجام داده تو این 34-5 ساله و الان میبینیم که واقعا سرمایه های ایران داره مصرف میشه در سوریه، در لبنان، در جاهای دیگه و فقط هم هدف این نیست مگر شیعیان جهان، همین حزب الله هستن. مگر میشود گفت شیعیان جهان همین مردم غزه هستن؟ اصلا چنین چیزی نیست. بحث این استش که شما میای میگی آقا، یعنی نظام جمهوری اسلامی میاد میگه طرف اسرائیل منم. آقا شما چی کاره داستانی؟ اعراب خودشون میدونن باز اسرائیل چه کار بکنن، صلح میکنن بکنن، جنگ میکنن بکنن، ما چه ربطی داره بهمون؟ ولی میخواهد برود و به عنوان رهبر این کشورهای مسلمان و جا بندازه حکومت رو و تمام این مخارج هم جناب چلنگی از این بابت خرج میشه، نه از بابت های دیگه، و میبینیم که پول مردم است که اونجاها داره خرج میشه. کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، این نظر رو تایید میکنید آقای اعتمادی؟ کاملا همینطوره. برات تحت هر شرایطی شما ببینید همین تروری که در لبنان صورت گرفت، آقای روحانی با مقامات عالی رتبه دولت لبنان در تماس بود و تاکید مجدد کردن که آقای شمخانی هم اینطور گفتن دفاع ما از مقاومت سوریه اسلام به نوعی در برابر مخالفین همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله منطقه، مسئله کشورهای تو منطقه برای ایران پیش از سرنوشت مردم ایران ارجحیت داره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس بسیار از آقای حسن اعتمادی عزیز در استکهلم سوئد و با سپاس از آقای ناصر محمدی عزیز در استودیوی ایران فردا لندن. بینندگان عزیز، برای دیدن برنامه خودتون چنانچه
مایل هستید دوباره ببینید، میتونید به وبسایت ایران فردا که روی صفحه هست مراجعه کنید و در اونجا در برنامه سیاسی، برنامه آرشیو، برنامه تفسیر خبر رو دسترسی بهش دارید و هر نظری داشته باشید با کمال میل استقبال خواهیم کرد در این برنامه، چرا که این برنامه برنامه خود شما عزیزان هست در هر کجای ایران که هستید. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و الوندکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان آیدان.